الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه إلى الأبد. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم تنزيله: فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، صدق الله العظيم. قبل از همه عرض سلام خدمت دانشجویان محترم، برادران عزیز و بزرگوار، خواهران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جا دارد که حوادث هولناک، جنایات خطیری که در این اواخر در افغانستان اتفاق افتاد، هم در خوست و کنر و هم حوادثی که قلم و کتاب و مکتب و مدرسه و دانش و روشنگری را هدف قرار داد، ایصال این مصیبت‌های عظیم و حوادث هولناک را محضر خانواده‌های شهدا صمیمانه تعزیت و تسلیت عرض بکنیم. گرچند جملات پراکنده‌ای که ما در قالب تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم، شاید دردی و المی از او خانواده‌هایی که فرزندی را از دست دادن، خانمی که شوهری را از دست داده و مادری که دختری را از دست داده، المی را کم نکند. ولی ما به عنوان انسان، به عنوان مسلمان، به عنوان هموطن، به عنوان برادر، حداقل کاری که از دست ما برمی‌آید همین تسلیت و تعزیت هست. و الله متعال شهادت شهدای روشنایی و قلم و کتاب و علم اندوزی و روشنگری را بپذیرد و الله متعال جلو این حوادث هولناک و جنایت‌های خطرناک را بگیرد تا ملت افغانستان و ملت مسلمان و مظلوم افغانستان که طی سالیان متمادی متاسفانه مورد آماج چنین حملات و جنایات قرار می‌گیرند و برکت خون اینها آخرین حوادث و نقطه پایان برای چنین جنایات باشد. دوستان عزیز و بزرگوار، یک چیزی که واضح و آشکار و روشن است، امت اسلامی از آغاز اسلام و تا امروز که ما قرار داریم، یا از طریق دشمنان بزدل و یا از پیروان جاهل ضربه خورده است و یک حقیقت انکارناپذیری است. اگر ما زندگی پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم، یاران جان نثار و خانواده معظم آن را مطالعه و بررسی بکنیم، میبینیم که یا دشمن ضربه وارد کرده، یا دشمن ظلم را مرتکب شده و یا دوست نادان ظلم را مرتکب شده. بنابراین امت اسلامی امتیازی که نسبت با سایر امتها، نسبت با سایر فرقها دارد، فرهنگ خون و شهادت، فرهنگ مبارزه و پای مردی است. ما هیچگاهی از شهادت ابا نداریم. ما اسلام را با خونمان جاری می کنیم. ما روشنایی را برای بشریت با خون و با شهادتمان به ارمغان می آوریم. لحاظا از این که ما را شهید می کنند، از این که خون ما را می ریزانند، ما ناراحت نیستیم و شکست هم نمی خوریم. هر خونی که بر زمین می ریزد، او اندیشه های را بارنده می سازد. هر خونی که بر زمین می‌ریزد، حتما اندیشه جدیدی را و فکر جدیدی را و مبارزه جدیدی را تأسیس گذاری می‌کند و متولد می‌سازد. لذا ما فرهنگ خون، ما امت خون و شهادت، امت مبارزه هستیم. و کسانی که فکر کردن ما را از راه شهادت و از راه خون ما را می‌ترسانند و ضعیف می‌کنند، کور خواندند. حضرت علی کرم الله وجهه قسم میکند: اقسم برب الکعبه فستو، برب کعبه قسم که من رستگار شدم. هر صحابه پیامبر و یار پیامبر که مرمی و شمشیری اصابت میکرد، قسم میخوردن که فستو برب الکعبه،
به ربی که ابه قسم ما رستگار شدیم، لحاظا اگر جان ما را بگیرند هم ما رستگار هستیم و اگر زنده هم بمانیم رستگار هستیم. ما دنیا را هم با قلم ایمان، هم با علم ایمان و هم با مبارزه ایمان آباد می سازیم و هم دنیا را با خون ایمان، با مبارزه ایمان و با شهادت ایمان آباد می سازیم. لحاظا فرهنگ افرادگرایی و کج فهمی از دین و یا دشمنانی که قصد دارن امت اسلامی را نه بر مذهب میبینن، نه بر قوم میبینن، نه بر زبان میبینن، نه بر فرهنگ، بر هیچ ملاحظه ای نمیبینن، فقط مسلمان میکشن و امت اسلامی، باید امت اسلامی بیدار باشد. اسلام دین اعتدال و دین برابری و میانه هست. اسلام بیزار هست از افراد و تفرید. اینا جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. امتیازی که امت اسلامی دارد حد میانه و اعتدال و وسطیت امت اسلامی هست. حملات افرادگرایانه ای که اتفاق می افتد اینها هیچگاهی نمایندگی از امت اسلامی و از دین نمی کند. امت اسلامی و آموزه های دینی برخلاف چنین حرکات، اندیشه ها و مفکوره های افراطی هستند که در طول تاریخ متاسفانه از خنجر شوم اینها پیکر اسلام به نحوی صدمه دیده است و امت اسلامی با خون افکنده شده است. لحاظا در این وضعیتی خطرناک و در چنین اوضای آشفته رسالت و وظیفه امت اسلامی این است که اتفاق و وحدت و صمیمیتشان را حفظ بفرمایند. امت اسلامی زیر هر فرق و هر فکری که هست امت اسلامی است و زیبایی اسلام بر تشکیل تفاوت هاست. همه ما به نام امت یاد می شویم. از هر قومی هستیم، هر زبانی هستیم، هر مذهبی هستیم و هر فرقه‌ای که هستیم امت اسلامی هستیم. لذا به عنوان امت واحد، امت معتدل کوشش بکنیم هر چی سختی که وارد زندگی میام می شود بیشتر از گذشته و بیشتر از قبل ما باید درخت اتحاد، وحدت، صمیمیت ما را حفظ بکنیم. تنها اتحاد و وحدت و صمیمیت ماست که جلوی افراط و تفرید، جلوی جنایت، جلوی این حملات خونین را میگیرد. اگر ما پراکنده شدیم، گوسفندی به تنهایی را در هر کجای گرگ میدرد، اما زمان گوسفندان میتوانند گرگ را بدرند که همه اونها مشت واحد باشند و گله یک جا باشند. لذا پیروزی ما و ظفر ما مردم افغانستان که مانند یک گلهای رنگارنگ در یک باغ هستیم، این هست که با حفظ وحدت ایمان و با تفاوت رنگهای متفاوت و زیبایی که داریم باید کنار هم باشیم و به گونه متحد و منسجم جلوی چنین جنایت ها را بگیریم و دشمن شناسی دقیق و کامل داشته باشیم. لذا صحبت ها بسیار زیاد هست، درد دل ها بسیار زیاد هست، بیشتر نمیخوام وقت شما دوستان عزیز و بزرگوار که نمونه ای از اتحاد، وحدت و صمیمیت هستین، وقتی این مجموعه انسان میبیند قوت میگیرد، امیدوار میشود.